تو به کهی بارا پس جه او ارزش که سر پریس دو دستی دادک تو بعد این چی گفت؟ گفت تا کی بگو بیدیم تا کی باید ببندیم بارو، یعنی همش باید این از این کشور به اون کشور باشی. سلام برای بکسی یوتیوب بچه ها، اومدیم با بچه های خفن رپدری. نذاشی من صحبت کنم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید. یه رگباری داشتیم میومدیم مثلا پشت سر هم نشو میمادن. آره بچه‌های افغانستان خوش اومدید، اومدیم با رپ دری با ترک جدیدی که خیلی منتظرش بودیم و حدوداً یک سال نزدیک دو سال، حالا با اینکه یوتیوب میزنه یک سال ولی نزدیک دو سالی که حدوداً نزدیک دو سال میشه که ترک ندادن بچه‌های افرا کمپانی، حالا اومدن با رد 47 رامی 6 و حسین 2093. فکر کنم بچه‌ها میگفتن که حسین 2093 هامبورگ امسال کنسرت داره، حالا دیگه کنسرت داره. خیلی کم کار شدن و ترکی که بعد این همه مدت دادن درگیر دانشگاه مانشگاه بودن دیگه بچه ها کلن. آره. دمشون گرم، قشنگ دنبال علمم هستن. ترکی که بعد این همه مدت دادن به اسم افغانستانه و قرار غمگین و در مورد کشور و وطن باشه. بریم این که چجوریه. 4:34 ثانیه از کانال افرا کمپانی، حتما برید سر بزنید، داخل دیسکریپشن هست. بریم سراغ این ترک. نمونم خوی ممارد بیرق ما داره تو عبد سه تا رنگ، بگو کجاست عدالت، بگو کی باید بیاره اتحاده، بگو یا وطن. یه تیکه به طالبان ناکو، پرچم ما تا عبد هست سه رنگ، یعنی مشکی و قرمز و سبز. طالبان اومد و عوض کرد پرچم و آره یه پرچم سفید روش نمیش امارت اسلامی اگه اشتباه نکنم بچه، درسته؟ چقدر دلم باید صداش تنگ شده. او گفت او میگه چقدر تاریخ هست در دین ما، چی در کشور ما، تو تاریخ ما دیگه. بعد مگه تو جنگ تو دین ما نوشته بود شده برای ما، انگار مثلا داریم آره یعنی همراه دین برای ما جنگ هم اومده، نمیخواد از خاک ما این جنگ بره بیرون. خیلی حرفش باحال بود آجی، واقعا بغض آدم فکر میکنه، یعنی اینجور آهنگا رو گوش میدم به خدا آب دهن من نمیتونم، به زور قورت میدم، آدم بغضش میگیره. بعد میچیه نمیدونم بچه افغانستان حسشون نسبت به این داستان چجوری، ولی واقعا آدم به اینجاش میرسه دیگه، نمیدونه دیگه چجوری باید صدای خودش رو برسونه به یه کشور غریبی. بعد صدات هم نمیرسه به جایی، به هر کاری هم میکنی زجه هم میزنی هیچ به هیچ جای مستقیمی نمیرسی. درگیری دیگه، معلوم هم نیست که درگیری ذهنی آدم رو مریض میکنه واقعا، خیلی بده. خوب گفتی، قشنگ بود، باری کلا. آقا فرقی نیست بینمون دیگه، هممون یه ملتیم. آره همدلی که خیلی خوبه، جدیدن همجی داری قوت پیدا میکنه میره جلو و تمام قومیت‌های افغانستان با همدیگه همدل میشن. آره این حالا خدا شکر جا شکر داره که دیگه همشون جمع شدن یه جا. این داستان تو ایران هم خیلی دوست دارن مانور بدن، دشمن تو ایران بخواد قومیت‌های مختلف ایران رو به جون هم بندازه و دعوا بندازه، تا حدی هم انداختن. مثلا ما بین ترک و کرد مثلا دعوا داریم، فارس و ترک و لور و شما اونم از سمت مثلا ترکیه میاد، ترکیه با کردا مشکل داره، هم به کردای سوریه حمله میکنه، کلا درگیری. آره درگیری، یه روزنه که پیدا میشه انگوش میکنن، انگوش میکنن دیگه، شروع میکنن جنگ و غارت و این داستانا. و میگم این داستانو میخواستن تو ایران هم جا بندازن. باید سعی کنید برای اسم افغانستان، برای یک اسم بجنگید همتون. دمتون گرم، بریم. هنرمند آویز دار، طالبانه میگه قوم پرستی تو خونشونه. آره هم اون میگه دستمال کرده تو پوزشون و هر روز تو انتحاری هم. او چه لفظ حالا من جوری که شنیدم بچه میگن طالبان چند دسته داره، میگن طالبانه به سمت پاکستان داریم، خب یعنی با کاملا به سمت پاکستانه، طالبانی داریم که کلا تحت امر، یعنی که آقا آمریکا چی میگه که ما اونو انجام بدیم. آقاشون آمریکاست. چون شما دقت هم کرده باشید یه جا من دیدم میگفتن که آقا چجوری امکان داره آمریکا موقعی که از افغانستان خارج شد، خب این همه قتل و غارت انجام داد، چجوری این همه وسایل های نظامی رو گذاشت واسه طالبان؟
پرش تنها کاری که کردن چی بود؟ شیشه های ماشینا رو شکوندن یا لاستیک پنچر کردن. لاستیک پنچر. خب اسکنو نمیتونه فردا بره اونو درست کنه. عجیب نیست واقعا. آدم میزنه دیگه. یه خمپاره میزنه اونجا همشون رو میترکونه. آره دیگه، تو چجوری این همه سال اون کشور رو قارت کردی؟ وسایل نظامی که یه عالمه هزینه کردی اونجا بردی، آخرش هم ول میکنی میری؟ بعد دو دستی کشوری که میگه من یک جهانم، دو دستی تقدیم طالبان کردی. خب معلومه طالبان خودش آمریکایی هستن. تاجیک هستم نه ازبک، اگه دستای من بزنن والچک، نه پشتون هستم نه هزاره، اگه فرسان کد بوخم نداره، بگو تا که جنگ باشه انتحاری، بگو تا که خواستار اتحادی، بگو تا که غم داری زر فشاری، بگو تا که میری خانه دست خالی. دیدی چقدر جالب گفت؟ داره میگه ازت پرسیدن هزارگی، تاجیکی، ازبکی اینا، نه بگو قوم نداره اصلا، قوم نداره. آقا من افغانستانی هم. آره دیگه تمام شد رفت دقیقا. آره دیگه مثلا میان آقا ترکی ایرانی، نه آقا من ایرانی هم، ایرانی هم ترکی هم آقا هستی، اولش ایرانی بعدش مثلا هزارم و بامیانم و نمیدونم و من کابلم و نمیدونم قندهارم و اینا دیگه. اینا درجه دومه بچه ها، نمیگیم نوبت باشه، درجه دومه. خب اول شما وطن خودت، زاده اون محله. خب اونو شما باید بگه دیگه، طرف مثلا میگه خب در درجه دوم زاده تهرانم، زاده ورامینم، بعد اول ایران، کابل، بعد روستاش. نه اینکه بگم من فقط تو کابل تو مثلا تو یه محله یا آره تعصب رو اون داشته باشی، اول وطن تو تعصب داشتش، بعدش برو سراغه تعصب. اون تعصب هم رو تعصب پرچمت دیگه. آره احترام پرچمت. بله بریم آشپز دو تاس برو با خاص شور، رای دیگه نداری در شورچور، دلتم تنگ شده برج وای پور، یا که فکر مهاجرتی در جای دور، نه خام از ریاست بگم ولی جایش دیگه توفته سیاست کنم، که دنم مهاجر نام بد شدم و لال بودم لکن لالی تر شده ما، نمه خواهی ممارت بیرخ ما داره تا عبد ستا رنگ، بگو کجاست عدالت، بگو کی باید بیار اتحاده، بگو یا ات کورس کار یه جوری عجیبه اصلا. آره یه ذره با از بیت فاصله میگیره، دقت کنید نگاه کن، الان بخوای یه هد بزنی باش نمیاد هده. بگو کجاست عدالت، بگو کی باید بیار اتحاد، بگو یا وطن یا کفن، بگو جلال میبینی با هد نمیاد، باید تا بکی دانا بس، باید تا بکی بارا بس جا، او ازش که سر پریس دو دستی داده تاویل ما، چه خجنگ در تاریخ ما. داره میگه اون، درسته گفت اون که سر پنگ پیسه داد وطنو به باد، به باد درسته، او ازش که سر پیسه داد سیدانک تاویل ما، داد دست ده تاریخ ما، یه ذره چون تیون داره بچه متوجه نمیشیم. او ازش که سر پیسه داد سیدانک تاویل ما، آره چه خجنگ ده تاریخ ما، آره آره مگه از صد دین ما، این که فرق باشه بین ازبک و پشتون، از آره و توجیک ما، مگه از صد دین ما، این که هنرمند چه آویز دار، اچی که پرنده الان پرید، اچ کجا شیش، رامین شیش، رامین شیش رو داریم از رامین سیکس، دین و ایمان امام کدش رد، بگو تا بکی به دالتی، چرا ظلم شو مساکتیم، چرا دست مدجه به خارجیست، وقتی خاکم پر از اورانیو. او مای گاد، خیلی مانوف دادیم روش. اورانیوم معدن اورانیوم افغانستان، اورانیوم، لیتیوم، آره اینا، اینا خودشون میدید. بعد این، بعد ببین کلن این منطقه، خب هر کدومش ایران نفت خیزه، اون بر افغانستان میتونه با اورانیوم و این داستان ها اصلا کلن بس انرژی ما قویم بچه ها، یعنی ما میتونیم بس بنزینی و سوخت جهانو، شما تو افغانستان هم میتونه افغانستان بس برق و انرژی و این داستانا رو تامین بکنه. آره دیگه لیتیوم خودش میدید تو 3 تا 4 تا کشور بیشتر نیست. بیشتر نیست اشاره. و خیلی هم اورانیوم هم همینه، اورانیوم هم نزدیک 7 8 تا کشور داره. آره این اواخر هم طالبان برای اینکه اورانیوم ها رو خارج بکنن با یک چند تا شرکت چینی قرارداد بست که بخوان بیان استخراج بکنن. خیلی خفنه، باید نعمت‌ها رو حفظ بشه و واقعا هم راست میگه، باید دست خارجی قد بشه، دست خارجی تو جیب ما باشه، نه اینکه ما دستمون تو جیب خارجی باشه. حالا اون نه، دستمون تو جیب خودمون باشه. نه منظور از اینکه دستش تو جیب ما باشه، منظور که آقا بیاد حسرت اینو داره میخوره، میگه آقا من تو کشور این اینقدر اورانیوم دارم، اینقدر لیتیوم، اینقدر معدنهای خفن دارم، مثلا دست کردم تو جیب اینا، دست کردن تو جیب من، با اینکه اینا سرمایه دارن، آره اینا دست کردن تو جیب من، مملکت ما، ولی مال ما رو دارن میچاپن. بریم
خیانت تو من مزای وطن مش معامله بگو چرا هیچ کس کرش نیست انتاری مش زن عامله نگو بم چی میگه چرا کسی به اونجاش نیستش که زن... انتحاری میزنن به زن حامله که بچهش تو شکمش میبینه. خیلی سخته این، خیلی سخته واقعا این صحنه رو آدم... اذیت میکنه سن... چه حالا افغانستان چه فلسطین چه سوریه این کشورهای جنگ زده آره. منو اذیت میکنه. حالا باز الان افغانستان یه ذره آرامش گرفته، حالا نمیدونم نظراتتون رو بگید بچه. به نظرم نسبت به قبلنا که خبرهای تلخ میومد یه آرامش نسبی گرفته، سکوت سکوتی این منتره حداقل جمع کرد فضا رو یه ذره، مردم یه ذره روحیه گرفتن، روحیه گرفتن. آره چند تا منتره دیگه هم اومده همینجوری دارن تانک و آجی نفربر، فردا میبینیم من نفربر رو نمیدونم مغز همین بچه‌ها مغز جوانای افغانستانه، همین بچه‌ها خود همین آرتیستا همشون مدرسه دانشگاه مونشکا دارن اونجا، حالا رشته خفن دارن درس میخونن. حالا ببین بعدها میبینی مثلا ریچلاب شد استاد دانشگاهی یا حسین دوسم نه شد استاد دانشگاهی اینجوریه. بله درسته، خیلی خفنه، دمشون گم. بریم نگو تو نگو همه چی رفت، بگو روز خوبم و میاره مترمشه یک روزی شب تیره نمو نمیخوای ممارد خونه مردم از ریششو نباره از یک دختر نو ساله بکارت میگیرن نمیخوایم امارت دیگه. بگه خیلی واضح گفت نمیخوایم امارت، در ادامه هم داشت میبرد سمت دختر داستان داری داشت میشه خون دخترش کشیدی به شیشه دیگه مثلا مرد خونه مردم از ریششو نباره از یک دختر نو ساله بکارت میگیرن و باز مادرم بنالم بگو توبه که جا اوه 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 خیلی بد گفت. اول چی گفت؟ خون مردم میشه که ریششون، دومی که گفت بکارت تو از یک دختر میگیرن بعد میبرنش آزمایش. ای چقدر تلخ میگه. نو سال میگه دختر جا... سالم میگیرن بکارت. آره دیگه نو سال دیگه، نو سال یعنی همون بچه جوان بچه سن. سن میگم بچه ها به شوخی هم بعض ما میان داخل کامنت مینویسن دیگه میگن بچه بازن اینا فلان اینا. نه حالا بچه بازیش اونا از لحاظ پسری دارن میگه این دختر آره سپایی آره این یه ذره یه داستانش با هم خیلی فرق. الان این داستان مثلا تو کل طالبانی ها هست، یعنی همشون از دم اینجوری هست. بگیم بچه آدم بچه بگیر این چیزا ما من... زیاد نمیخوام دیگه وارد سیاست بشیم، درگیر سیاست اینجا چیزا باشیم. حالا چون خیلی ما یه جور بیطرفیم، نه اون وریم نه این ور، ما جمع برای یه به قول گفتنی جمع شدیم اینجا آرامش. که آرامش یه خنده رو لباتون بیاریم. حالا تو بعضی موزیکا یه عدیدی غم رو لباتون آوردیم، ولی در کل ما سیاست رو گذاشتیم کنار چون بچه ها خیلی گفتن که آقا سمت سیاست نرید. نرین لطفا، ما هم به احترام همه اون کسایی که گفتن به احترامشون اصلا از سیاست دیگه کشیدیم کنار. بریم تو تو به که جالت آزاد کوی مقصد اصارت به گردن دینش نمانه ما چنج میکنه میپلانه نمانه میخوایم امارت بیرق ما دارد تو عبد ستارنگ بگو کجاست ادالت این هم گفت دیگه بگو من نمیخوام امارت بگو یا وطن یا کفن بگو جلوی ظالم بگو یا وطن یا کی باید بیاره اتحاده بگو یا وطن یا کفن آه یا وطن یا فن آه یه بار دیگه گوش بدیم فکر کنم عدالت بگو کی باید بیاره اتحاده بگو یا وطن یا کفن کفن داره میگه دیگه این کفن یا وطن آقا یا وطن یا کفن عدالت بگو کی باید بیاره اتحاده بگو یا وطن یا کفن آره. یا کفن کفن میگه بچه ها مشخصه بود درسته یا کفن چقدر خوبه که تکستش رو نوشن لیریکس کار رو بگو جلوی ظالم و خموشی باید تا بکی دانا بس باید تا بکی بارا بس جا او ازش که سر پریس دو دستی دادک تا بیدم بعد این چی گفت؟ گفت تا کی بگو بیدم تا کی باید ببندیم بارو یعنی همش باید این از این کشور به اون کشور باشیم اذیت کن. این هم یه داستانی که اذیت کننده است. بچه منم میخواستم مسافرت کنم کلا برم از ایران پناهنده شم ولی دیگه نشد سر این کرونا مرونا نشد. آره نه بشین همین سر جای خودت بریم چخت جنگ در تاریخ ماست مگه اصد دین مایی که فرقاشو بین ازبک و پشتون از آره تاجیک ما مگه اصد دین مایی که هنرمند چاویز دار خیلی جالبه این نیومد دینو بزنه مثل خیلی از آرتیستایی که دیگه میان دینو میزنن گفت آقا بگو ببینم اصلا تو دین داریم که تو میای یه آرتیستو دار میزنی میای میگی مثلا آقا تو خواننده آهنگ میخونی حرام است میای تو رو پخ پخ میکنی کله رو میزنی چه مدلی چه حکمیه چه مزخرف میگی داخل چرا نداشتیم اوه استاد تو که نخواستیم اگه اوره می داشتیم دیگه غمی نداشتیم اگه اوره می داشتیم دیگه شکی نبود سختی نبود مرزی نبود تا بین قومیا فرقی نبود جنگی نبود فقری نبود
بله داشتیم ساکت ماندن جبری نبود جواب سوال حق نرمی نبود. چیو داره میگه؟ جواب سوال آرامش و امنیت رو میگه فکر کنم. آره بعد برگشت میگه جواب سوال مرمی نبود. من دارم از سوال میپرسم میگم آقا این حق منه. منو با تیر نباید بزنی. نباید با تیر بزنی. اول بگو جواب منو، اگر قانع نشدم بعد بزنم حداقل. آره دیگه حداقل جوابمو بده. میگم آقا جوابی گرفتم. برگشت گفت به تو ربطی نداره، گوه خوردی تو. همینم بگه بسته. نمیگم. نمیگه. میزننت. میگه برو گم شو. اگه اونم داشتیم ساکت ماندن جبری نبود، جواب سوال حق نرمی نبود، قاضی شدن شوقی نبود، به جای بحث اندیشه بود، مشکل از میونه از ریشه بود. اگه اونم داشتیم به جای مکعب نمیزدن، به جای مکعب نمیزدن به نام. اگه اونو میداشتیم جای ما گپ نمیزدن. نکنه دکتر نجیبو که اول اومد گفت اون یه دکتر نجیبو بود. دکتر نجیبو داشتیم به جای ما اینا دیگه نمیگفتن که آقا شما درس نمیخونید یا فلان کارو نمیکنید، این کار قدغن، اون کار قدغن نیست، این کارو باید انجام بدی، اون کارو باید انجام ندی، جای اینا دارن تصمیم میگیرن دیگه. حالا یه منم یا دکتر نجیبو میگه یا امنیتو میگه یا پولو میگه پیسرو میگه نمیدونم. من ولی چون اول ویدیو ولی قشنگ داره میگه، چون اول ویدیو اون دکتر نجیبو گذاشتم من میگم سر اینه که چون خیلی اینا خیلی مردم افغانستان سر دکتر نجیب تعصب دارن، حالا شاه مسعود هم دارن و نمیگم، ولی گفتن این دوتا که اسطوره بودن. حالا یکی اینو میگه یکی اونو میگه، به ما ربطی نداره. بریم داشتیم به جای مکعب نمیزدن، به جای مکعب نمیزدن، به نام قوم سر نمیزدن، ده سر سیاه سر و دیگه سنگ نمیزدن، ده حق اوشت کاچنگ نمیزدن. اگه اوره می داشتیم جوانا ده جوانی دیگه کاشانه را گفت سر قوما رو نمیزدن احتمالا به قوم هزارا چون نسکشی داره میکنی طالبان فلان فلان شده همش به سمت قوم هزارا رو اذیت میکنه. بعد ادامهش هم گفت بچه ها رو چنگ نمیزدن دیگه، بچه اتهام تجاوز کو چنگ نمیزدن. اگه اوره می داشتیم جوانان جوانی دیگه کاشانه را تک نمیکردن، بگو چرا نداشتیم نذاشتن یکی نخواستیم، اگه اوره می داشتیم دیگه غمی نداشتیم. حاجی جبر خدا مهتنه من سیخ شد. آره اگر اونو داشتیم دیگه غمی نداشتیم، غمی نداشتیم. خیلی تلخ بود به نظرم. اصلا حسین با بغز هم آره حسین با بغز کن خیلی هم آروم خون، صداش هم زیاد بالا نبود، قشنگ معلوم بود بغز داشت. یعنی دمت گرم حاجی، دمت گرم. بریم وارد افغانستان میشه و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر بکش، که فرزند بکش، که اولاد، که زن را و بیوه بساز، که تیم را بگذار اشکش بیایه. اینم حاجی بگم من دیگه این ترکیدم، مگه نگم گفته بودن که این دکتر نجیب و سر همون عتیقای چیز بود باختره، عتیقای باختره آره اون سر اون گنجینه باختر دیگه، سر اون که اونا رو آمارشو نداده بود به طالبان، سه روز کلن این دوتا داداشو رفتن گرفتن آورده، اینا فرار کرده بودن تو طالبان کابل زندگی میکرده بودن، سه شب و روز یار بچه ها بودن که اینا به دار آفزیسته شده بودن تو شب آویزون کرده بودن که عبرت بگیرن، بگن آقا عبرت بگیرن هر کسی این کارو بکنه مثل اینا میشه دیگه. اصلا نمیتونم صحبت کنم، جمله بندی نمیاد. دمتون گرم که تماشاگر لایک سابسکرایب یادتون نره، زنگوله اینستاگرام حتما بکوبید، حمایت کنید. تا ویدیو بعدی بدون گدا خدا نگهدار.